سلام به همه، مرسی که توی ارائه من شرکت کردید. من راستش قرار بود که یه ارائه غیر رسمی بدم، چون که خیلی وقت نکردم آماده بکنم، ولی آقای دکتر لطف کردن فرصت ارائه توی این جلسه رو به من دادن و قرار شد که خیلی ممنون، مرسی. فقط اگه جایی توپق زدم یا اشکالی پیش اومد از الان پیش و پیش عذرخواهی میکنم، خیلی وقت نشد که کامل آماده کنم همه چیزو. خب ارائه من راجع به یه تکنولوژی خیلی خاص دی ان ای سیکوئنسینگ به اسم استرنسیک هستش که همه پروژه های دوره دکترام تا الان تو این حوزه بوده و قراره هم تکنولوژی رو معرفی بکنم و هم کاربردهاش توی مسائل مهم زیست شناسی. خب اول یه معرفی بکنم از مؤسسه‌های تحقیقاتی که توشون کار میکنم و توشون مهمان بودم. اولی مؤسسه انفورماتیک ماکس پلانک هستش، این ساختمون بالا سمت چپ که میبینید. ماکس پلانک کلاً یه مجموعه از مؤسسه‌های تحقیقاتی هستش که توی سراسر آلمان پخش شده و هر مرکزش توی یه شهری از آلمان هستش و مرکز انفورماتیک و سافر سیستمش توی یه شهر کوچیک دانشجویی به اسم زاربروکن هستش که غرب آلمان و هم مرز با فرانسه و لوکزامبورگ. من خودم توی مؤسسه انفورماتیک ماکس پلانک هستم، ولی ساختمونی که توش کار میکنیم و گروه استادم توی ساختمون بیوانفورماتیک دانشگاهه که روبروی همین مؤسسه هستش، اون ور خیابون، و این ساختمون ما هستش که درش کار میکنیم. و آخرین عکسم برای مؤسسه تحقیقاتی امبله. امبل هم باز یه سری مؤسسه های تحقیقاتی هستش که به طور خاص روی زیست شناسی و به طور خاصتر روی زیست شناسی مولکولی تمرکز داره و توی 6 تا شهر پخش شده. 2 تا از اون شهرها تو آلمان هستن و 5 تا دیگه توی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و فرانسه هستن، 4 تا دیگه. و مرکز اصلیش توی شهر هایدلبرگ آلمانه که اینم یه ساختمان خیلی معروفشه که معماریش در واقع بر اساس دابل هلیکس دی ان ای هستش که یکی از جذابیت‌های این مرکزه. و همکاران ما توی این پروژه، یه سری از همکارانمون که اکثرا زیست شناس هستن، از مؤسسه امبل توی هایدلبرگ هستن و خودم هم یک ماه اونجا ویزیت رفته بودم. خب اول یه سری مقدمات بیولوژی میکنم برای کسایی که بک‌گراندشون کامپیوتر هستش و آشنا نیستن. خب دی ان ای و کروموزوم چیه؟ همه موجودات زنده از جمله انسان بدنشون از یه تعداد خیلی زیادی واحدهای کوچیک به اسم سلول تشکیل شده که داخل سلول چیزای زیادی وجود داره و یه قسمتش هسته هستش اسمش، و توی هسته یه مولکول‌های خیلی مهمی به اسم دی ان ای هستن که اطلاعات مهم زیستی ما رو از ما به فرزندانمون منتقل میکنن. و دی ان ای ها توی یه بسته هایی به اسم کروموزوم دسته‌بندی شدن و هر کروموزوم به صورت یه مولکول خیلی خیلی بلند هستش که این مولکول در واقع 2 تا مولکول خیلی بلند هستن که کنار هم قرار گرفتن و به صورت هلیکس دور هم دیگه پیچ خوردن به صورت این شکلی که میبینید. و یکی از این رشته های بلند در جهت کریک هستش و یکی دیگه در جهت واتسون هستش. اینا اسم جهت هایی هستن که به صورت قراردادی تعریف شده. و برای اینکه بدونید جهت دی ان ای چیه، فقط اینطور تصور کنید که این رشته ها، رشته بالایی که کریک هستش از چپ به راست خونده میشه و رشته پایینی از راست به چپ خونده میشه و این دوتا رشته همیشه جهتاشون مخالف هم هستش. و
مولکول های تشکیل دهنده این مولکول خیلی بلند چهار نوع متفاوت میتونن داشته باشن که مخففاش A, C, G و T هستش. مخفف مولکول های آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین. و هر کدوم از این رشته ها مقابل رشته مکملش قرار میگیره. مکمل یعنی چی؟ A همیشه مکمل T هستش و C مکمل G هستش. پس اگه یکی از این رشته های دابل هلیکس رو بدونی اون یکی رشته به صورت یکتا مشخص میشه مقدارش چیه. دی ان ای کلن اطلاعات خیلی مهم حیاتی توش هستش. ژن های ما توی دی ان ای هستن، یه بخشی از دی ان ای هستن که از روشون آر ان ای ساخته میشه و از روی آر ان ای پروتئین ساخته میشه که فعالیت های حیاتی بدن ما رو انجام میدن. و کلن مطالعه و بررسی دی ان ای اهمیت خیلی زیادی توی زیست شناسی داره. مثلا میتونیم جهش های ژنتیکی رو از روش تشخیص بدیم و ببینیم با بیماری ها چه ارتباطی دارن، یا اینکه تاریخچه تکامل موجودات مختلف رو بررسی بکنیم، یا ساختارهای جمعیت رو بررسی کنیم و خیلی مسائل جذاب و هیجان انگیز دیگه. خب دی ان ای سیکونسینگ چی هستش؟ تعریف دی ان ای سیکونسینگ یعنی ترتیب این مولکول های ای سی جی تی رو توی اون رشته بلند دی ان ای توی یک موجود به دست بیاریم و ببینیم این ترتیب چی هستش. تکنولوژی هایی که معمولاً وجود دارن برای دی ان ای سیکونسینگ اینطوری هستن که کل رشته دی ان ای رو به صورت کامل نمیتونن سیکونس کنن یا توالیابی کنن و میتونن رشته های خیلی با طول کوتاه تری رو فقط سیکونس کنن و سیکونسش رو به ما بدن. بر روشی که به صورت معمول استفاده میشه شاتگان سیکونسینگ هستش، که توی شاتگان سیکونسینگ میایم یه تعداد خیلی زیادی مولکول دی ان ای که از تعداد زیادی از سلول ها به دست اومده با هم جمع میکنیم و اون مولکول ها رو دی ان ایشون رو میشکنیم به تیکه های خیلی کوچیکتر و اون تیکه های کوچیکتر رو سیکونس میکنیم و سیکونسر دستگاهیه که این کار رو برای ما انجام میده و به این قسمت های خیلی کوتاه میگیم رید. در واقع رید های سری زیر رشته های از رشته خیلی بلند دی ان ای هستن. و حالا مسئله دی ان ای سیکونسینگ چی میشه؟ مسئله دی ان ای سیکونسینگ این میشه که ما به عنوان ورودی یه سری رید داریم و قراره که رید ها رو بر اساس رید ها دنباله اصلی دی ان ای که این رید ها ازش به دست اومده رو به دست بیاریم. حالا دو تا حالت میتونه داشته باشه، یا ما یه ژنومی داریم به اسم رفرنس ژنوم که یه ژنومی از همون گونه ای هستش که میخوایم سیکونس بکنیم ولی از یک فرد دیگه هستش یا از یه مجموعه از افراد. اگر رفرنس ژنوم رو داشته باشیم مسئله یکم راحت تر میشه. مسئله این میشه که ما بر اساس ورودیمون هم ریت ها هستن هم رفرنس ژنوم و میتونیم جاهایی که ریت ها شبیه رفرنس ژنوم هستن رو به دست بیاریم که به این کار میگم مپینگ. و بعد از اینکه مپینگ رو انجام دادیم جاهایی که رید ها با رفرنس ژنوم ما اختلاف دارن رو ببینیم کجا هستن و اونجا جاهایی میشه که ژنوم هدف یا تارگت ما متفاوته و بر اساس اون میتونیم بازسازی کنیم ژنوم. اگر رفرنس ژنوم رو نداشته باشیم کاری که باید بکنیم و معمولا انجام میشه اینه که رید ها رو بر اساس اورلپ یا همپوشانیشون مثل یه پازل یک بعدی کنار هم بچینیم و دی ان ای اصلی رو بازسازی بکنیم. پس این پایپلاین اصلی دی ان ای سیکونسینگ هستش. حالا توی این ارائه موضوع کلی که میخوام ارائه بدم، اولا یه تکنولوژی به اسم استرند سیکونسینگ هستش. دوما چهار تا مسئله خیلی مهم و معروف توی زیست شناسی هستش که اولا این مسئله رو تعریف میکنیم و اهمیتش رو بررسی میکنیم و بعد میبینیم که استرند سیکونسینگ چه کمکی به ما میکنه توی حل این مسئله. یکی از اون مسئله هم مسئله دی ان ای اسمبلی هستش که بهتون گفتم. مسئله دیگه مسئله هپلوتایپ فیزینگ، این که تشخیص بدیم که چه قسمت های از دی ان ای ما از پدر اومده و چه قسمت های از مادر. یه مسئله دیگه تکامل سلول های سرطانی هستش و مسئله مهم
دیگه مسئله پیدا کردن تفاوت‌های ساختاریه که در مورد همین کاری هستش که جدیداً پذیرش گرفته. خب استرند سیک چی هستش؟ یک تکنولوژی دی ان ای سیکوئنسینگ هستش که سینگل سله. سینگل سل یعنی چی؟ یعنی اینکه برخلاف روش‌های رایج سیکوئنسینگ که می‌اومدیم یه تعداد خیلی زیادی سلول رو با هم سیکوئنس می‌کردیم، اینجا این توانایی رو داریم که سلول‌ها رو به صورت تکی استخراج کنیم و دی ان ایشون رو بگیریم و دیتاشون رو به دست بیاریم. و استرند سیک یک تکنیک سینگل سل خاص هستش که یه ویژگی خاص داره و این رو هم اول بگم، سلول ها به صورت عادی دی ان ایشون شبیه هم هستش، ولی تو حالت های خاص مثلا تو حالت سرطان که سلول ها به صورت خیلی سریع جهش پیدا دی ان ای به صورت سریع جهش پیدا میکنه، ناهمگنی خیلی زیادی تو دی ان ای بین سلول ها به وجود میاد و کلن مطالعه داده های سینگل سل اینجا خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه، چون میتونیم به جای اینکه ترکیب اطلاعات همه سلول هایی که گرفتیم رو ببینیم، میتونیم دونه دونه ببینیم اطلاعاتشون چی هستش. حالا استرند سیک چی هستش؟ این قسمت رو خیلی با دقت توجه کنیم چون بقیه تاک واقعا وابسته است به فهمیدن این قسمت. فرض کنید که ما یه سلول داریم و سلولمون دیپلویده. دیپلوید یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر کروموزوم دو تا کپی داریم، یک کپی از پدر و یک کپی از مادر. مثلا سلول های انسان دیپلوید هستن. خب همونطور که گفتم هر کدوم از این هپلوتایپ ها، به هر کدوم از این کپی هایی که از پدر مادر گرفته میشه میگیم هپلوتایپ. هر کدوم از این هپلوتایپ ها دو تا رشته دی ان ای دارن، یه رشته در جهت واتسونه، یه رشته در جهت کریک. توی استرنسیک هر سلولی رو که میگیریم اجازه میدیم یه دور تقسیم سلولی بشه و توی تقسیم سلولی محتوی دی ان ای دو برابر میشه و محصول اون تقسیم سلولی یه همچین چیزیه. یعنی دی ان ای مادرمون الان دو برابر شده، دی ان ای پدرمون هم دو برابر شده و این خطای خطچین که میبینید رشته های جدید دی ان ای هستن که به وجود اومدن، کپی شدن در واقع از روی رشته های اصلی. کلن تقسیم سلولی اینطوریه که این دوتا رشته اصلی از هم باز میشن و رشته های جدیدی تو جهت های مخالف به وجود میان، سنتز میشن و رشته های سنتز شده با خطچین نشون داده شدن، رشته هایی که اصلی هستن با خط ثابت نشون داده شدن. تکنیکی که توی استرند سیک استفاده میشه اینه که این رشته‌های جدید که به وجود میان که با خطچین نشون داده شده، یه ماده شیمیایی دارن به اسم برومویوریدین و این برومویوریدین بعداً با پرتو یووی جاهایی که برومویوریدین داریم سوراخ میشه توی دی ان ای و بعداً که میخواد دی ان ای از روش کپی سازی بشه اون رشته‌هایی که سوراخ شدن دور ریخته میشن و کپی سازی نمیشن و فقط رشته های اصلی از روشون کپی میشه و فقط از رو اون رشته ها رید ها گرفته میشن. حالا محصول این تقسیم سلولی چی هستش؟ دو تا سلول دخترن که هر سلول دختر به صورت کاملا تصادفی و رندوم یکی از این کپی های دی ان ای رو از هر کدوم از پدر و مادر میگیره. یعنی فرض کنید مثلا اگه از مادرمون این سمت چپی رو بگیریم و از پدر دوباره سمت چپی رو بگیریم، حاصلش میشه یه چنین سلولی. و همونطور که گفتیم ریدهایی که گرفته میشن تو سلول دختر فقط از جهت رشته اصلی گرفته میشن، یعنی تو این حالت اول همه ریدهامون در جهت واتسون سیکونس میشن. یه حالت دیگه اینه که از مادر رشته اصلی واتسون رو بگیریم، از پدر رشته کریک رو بگیریم که این حالت میشه که در این حالت ریتایی که از مادر گرفته میشن در جهت واتسون سیکونس شدن، ریتایی که از پدر گرفته میشن در جهت کریک سیکونس شدن.
و به همین صورت یه حالت کریک کریک داریم که هر دو تا رشته در جهت کریک باشن و به سلول دختر برس برسن و حالت کریک واتسون هم داریم که از مادر کریک رو بگیریم و از پدر واتسون. خب تفاوتش با تکنولوژی‌های معمولی چیه؟ تکنولوژی‌های متداول اینطوری هستند که همه ریدهایی که گرفته میشن جهتشون رندوم و ترکیبی هستش، از هر دو تا جهت واتسون و کریک گرفته میشن و ما نمیدونیم جهتشون چیه. ولی سینگل سل استرند سیکونسینگ داره این اینفورمیشن اضافه رو به ما میده که ریدها جهت دار هستن و جهتشون مشخصه، جهتشون اینفورمیشن مهمی داره. حالا این اینفورمیشن چه کمکی به ما میکنه؟ ببخشید اول اینو بگم، این تکنولوژی توی سال 2012 توسط فالکونر و همکارانش دیولپ شده و یک تکنولوژی خیلی معروف و مهم هستش که یه سری مسائل هیجان انگیز زیست شناسی رو به کمکش میتونیم حل کنیم. خب یکی از اطلاعات مهمی که توی این دیتا وجود داره چیه؟ اطلاعات هاپلوتایپ هستش. توی سلول‌هایی که از نوع واتسون کریک یا کریک واتسون هستن ما می‌دونیم که یه دسته از ریدها در جهت واتسون گرفته شدن، یعنی ریدهایی که از یک هاپلوتایپ میان در جهت واتسون هستن، ریدهایی که از هاپلوتایپ دیگه میان در جهت کریک هستن. پس یک کلاسترینگ بین ریدهای پدر و مادر به صورت بدیهی وجود داره. ما می‌تونیم ریدها رو به رفرنس ژنوم مپ کنیم و اونایی که در جهت واتسون مپ شدن به رفرنس ژنوم مطمئنیم که از یک هاپلوتایپ اومدن و اون ریدهای دیگه از هاپلوتایپ دیگه اومدن. و تو جاهایی که دی ان ای پدر و مادر با هم متفاوت هستن، اینجا به صورت رنگی کشیدن. این مکان‌ها اسمشون مکان‌های هتروزیگس هستش، مکان‌هایی هستن که اطلاعات دی ان ای پدر و مادر با هم متفاوتن. تو این مکان‌ها اگه بدونیم این مکان‌ها کجا هستن، ما میتونیم تو این مکان‌ها اصطلاحاً هاپلوتایپ فیزینگ رو انجام بدیم. هاپلوتایپ فیزینگ یعنی اینکه مشخص کنیم ببینیم که هر حالت یا علیلی از یک ژن یا یک قسمتی از دی ان ای از هاپلوتایپ مادر اومده یا پدر. اینجا مثلا میتونیم تشخیص بدیم که A و G و C و A همه از یه هاپلوتایپ اومدن و T و A و G و C از هاپلوتایپ دیگه اومدن. بنابراین خیلی بدیهی میشه هاپلوتایپ فیزینگ رو انجام داد. حالا با جزئیات بیشتر بعدا توضیح میدم هاپلوتایپ فیزینگ رو. خب کاربرد اولی که این تکنولوژی داره یه کاربردی توی مسئله دی ان ای اسمبلی هستش. چطوری میتونه توی دی ان ای اسمبلی به ما کمک بکنم؟ خب یه بار دیگه مسئله دی ان ای اسمبلی رو توضیح بدم. ما یه ژنوم خیلی بزرگ داریم و تکنولوژی های دی ان ای سیکوئنسینگ یه قسمت های خیلی کوچیکی از این ژنوم رو برای ما سیکوئنس کردن و به ما دادن و ما قراره که اونها رو بر اساس همپوشانی یا اوورلپشون مثل یک پازل کنار هم قرار بدیم تا رشته اصلی رو بازسازی کنیم. خب مسئله ژنوم اسمبلی کلا مسئله از نظر کامپیوتیشنال مسئله خیلی پرهزینه و سختی هستش. یه دلیل سخت بودنش وجود ریپیت ها یا نواحی تکراری خیلی زیاد تو ژنوم هستش که معمولا باعث میشه که با تکنولوژی های به اصطلاح نسل دوم یا تکنولوژی هایی که ریت های خیلی کوتاه تولید میکنن خیلی مسئله قابل حل نباشه. یه کاری که میشه کرد اینه که از تکنولوژی های نسل سوم یا از ریت های بلند مثل نانوپور یا پک بایو استفاده کنیم تا این ریپیت ها رو بتونیم مشکلش رو حل کنیم و اسمبل کنیم. ولی مشکلی که اونا دارن اینه که ارورشون خیلی خیلی بالا هستش، یعنی به شدت نویزی هستش دیتا و کلن تو حالت نویزی هم از نظر محاسباتی مسئله هم خیلی سخت هستش و هم خیلی پرهزینه و ممکنه یه جاهای اشتباه با هم اسمبل بشن به خاطر ارور بالا. خب کاری که ما توی
پروژه اول انجام دادیم این بود که تونستیم ریدهای بلند دی ان ای رو مثل تکنولوژی پک بایو یا نانوپور تونستیم اون ریدها رو بر اساس کروموزوم اولیه‌شون و بر اساس جهتی که از اون کروموزوم سمپل شده بودن کلاستر کنیم به کمک سینگل سل استرند سیکوئنسینگ. این کار توی سال 2018 توی بزرگترین کنفرانس بیوانفورماتیک توی کنفرانس ISMB پذیرش گرفت و توی مجله بایوانفورماتیکس چاپ شد و استادم این کار رو ارائه داد. ایده اصلی این پروژه چیه؟ یه بار دیگه من برگردم به توضیح استرند سیکوئنسینگ. این پروسه‌ای که اتفاق میفته برای هر کروموزوم به صورت مستقل و رندوم اتفاق میفته و نتیجه‌ای که میگیریم در نهایت اینه که هر سینگل سلی توی هر کروموزوم به صورت رندوم یک حالتی از واتسون و کریک داره. مثلا سلول اول تو کروموزوم اول واتسون واتسونه، تو کروموزوم دوم واتسون واتسونه، تو کروموزوم سوم واتسون کریک الی آخر، و سلول دوم به صورت رندوم تو کروموزوم اول واتسون کریکه، توی کروموزوم دوم کریک کریک و الی آخر. همه اینا به خاطر مسئله رندوم سگریگیشن یا رندوم بودن انتخاب اون تمپلیت استرند ها از سلول پدر به سلول دختر کاملا متغیرهای تصادفی رندوم هستن، متوزی یک نواخت و از هم مستقل هستن. حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اینه که اگه ما یه تعداد زیادی سینگل سل داشته باشیم، فرض کنید 100 تا سینگل سل داشته باشیم، چون اینا این استرند استیت ها به اصطلاح همین واتسون واتسون یا واتسون کریک 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 ها، اینها چون متقرر تصادفی مستقل از هم هستن، اگه ما تعداد زیادی سینگل سل داشته باشیم، اگه ستونی به این اطلاعات نگاه کنین یا به این متغیرهای تصادفی نگاه کنید، هر ستون یونیک میشه مقدارش با احتمال زیاد، چون احتمال اینکه دو تا ستون دقیقا همه استرند استیتاش تو همه سلول ها با هم یکسان باشه تقریبا صفر میشه اگه تعداد سلول ها زیاد باشه. و ما تو حالت دی ان ای اسمبلی که رفرنس جنوم رو نداریم، این اطلاعات رو در واقع نداریم، ولی تنها چیزی که میدونیم چون در واقع رفرنس جنومی نداریم که ریت های سلول اول رو مثلا مپ بکنیم به کروموزوم یک ببینیم حالتش چیه، ولی این رو میدونیم که اگه تعداد سلول ها زیاد باشه هر کدوم از این ستون ها مقدارش یونیک میشه و قرار از این ایده استفاده کنیم که ریت های بلند دی ان ای مون رو کلاستر بکنیم بر اساس کروموزومشون. خب یه بار دیگه ایده رو توی یک مثال کوچیک‌تر بگم. فرض کنید سه تا رید داریم، الان رید اول و رید دوم توی سلول اول و دوم و سوم استرند استیت ها یا جهت سینگل سل هایی که بهشون مپ شده با هم یکسان هستش، هر دوتاشون پترن واتسون واتسون رو تو سلول یک دارن، واتسون کریک رو تو سلول دو دارن و کریک کریک رو تو سلول سه دارن، ولی رید سوم یه پترن کاملا متفاوت داره از نظر جهت رید هایی که بهش مپ شده. و ایده اصلی اینه که ریدها رو، ریدهای سینگل سلمون رو، استرنسیکمون رو که ریدهای کوتاه هستن، مپ کنیم به ریدهای بلند مثل ریدهای پک بایو. مپ کردنم یعنی اینکه جاهایی که شبیه هم هستن رو به دست بیاریم و بعد از اینکه مپ کردیم جهت مپ شدنشون رو ببینیم به چه صورت هستش و این اطلاعات رو توی یک ماتریس خیلی بزرگ ذخیره بکنیم. پس الان این ماتریسه هر سطرش یه دونه رید بلند رو نشون میده، مثلا یه دونه پک بایو رید، و به ما میگه که توی سلول های مختلف از سلول اول تا سلول مثلا انوم رید ها چند تا هستن که مپ شدن و در چه جهتی مپ شدن. مثلا توی سلول اول یه دونه رید در جهت واتسون مپ شده همونطور که اینجا میبینید،
یه دونه رید در جهت کریک مپ شده، تو سلول دوم هر دو تا رید در جهت کریک مپ شدن و الی آخر. و ایده اصلی اینه که پک بایو ریت ها یا ریت های بلندی که از یک کروموزوم هستن باید مقادیر یا پترن جهت دهی استرانسیک هایی که بهشون مپ شده باید شبیه هم باشه و برای این اساس باید این سطرهایی که مربوط به ریت هایی که از یک کروموزوم اومدن باید این سطرها شبیه هم باشه. پس قراره این ماتریس رو جوری کلاستر بکنیم که به گروه هایی تقسیم بندی یا کلاستر بکنیم که سطرهاشون شبیه هم هستش. توی این مسئله از یک الگوریتم به اسم الگوریتم EM استفاده کردیم که یک الگوریتم عددی ایتراتیو هستش برای حل مسئله کلاسترینگ. و ایدهش اینه که خب ما الان دو تا لایه اطلاعات پنهان داریم. لایه اول اینه که ما میدونیم که هر سینگل سلی یا هر لایبرری توی هر کروموزوم یک استیت مشخص داره، مثلا کریک کریک، واتسون 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 کریک، و این اطلاعاتی هستش که ما میدونیم این چنین چیزی وجود داره ولی اطلاعاتش رو نمیدونیم چی هستش چون رفرنس جنوم نداریم. لایه دوم اطلاعات پنهانمون کلاستر دستبندی خود ریت های بلند هستش. ما نمیدونیم ریت های بلند هر کدوم از چه کروموزومی اومدن، دوباره به خاطر اینکه ما رفرنس جنوم نداریم و نمیتونیم ریت ها رو مپ کنیم به یه جنوم رفرنس و ببینیم از چه کروموزوم اومده. حالا این دوتا لایه اینفورمیشن به همدیگه اطلاعات میدن. اگه ما این اطلاعات رو داشته باشیم میتونیم برای این اساس ریت های بلند رو خیلی راحت دستبندی کنیم. چجوری دستبندی کنیم؟ میایم میبینیم که پترن یا جهت ریت هایی که از سینگل سلمون مپ شده به ریت های بلند چجوری هستش و اون رو به شبیه ترین کروموزوم یا کلاستر مپ میکنیم به همین سادگی. و برعکس اگه پک بای ریت هامون دستبندی واقعیشون رو بدونیم، خب سیگنالی که توی یه دسته بزرگ از پک بای ریت ها هستن خیلی بیشتر و قوی تر از سیگنالی که توی تک تکشون هست و باز به راحتی میتونیم این استرند استیت ها رو توی هر کروموزوم توی سلول های مختلف به دست بیاریم. ولی هر دوتا این اینفورمیشن یا اطلاعات مخفی هستش و الگوریتم EM کاری که میکنه اینه که از یک مقدار دهی اولیه از این استرند استیت ها شروع میکنه و به صورت تکراری یا ایتراتیو این اطلاعات انتقال اطلاعات رو انجام میده و در نهایت ثابت شده از نظر تئوری که به یک حالت لوکال اپتیموم کانورج میکنه. این مسئله میتونه کمک کنه به ما که مسئله خیلی بزرگ دی ان ای اسمبلی یا ژنوم اسمبلی رو بشکنیم، ریزش بکنیم به مسئله خیلی کوچیکتر کروموزوم اسمبلی. مثلا توی هیومن ژنوم 23 جفت کروموزوم داریم و هر کروموزوم دو تا جهت داره، واتسون کریک. ما میتونیم به 46 دسته مختلف ریت های اولیه ریت های بلندمون رو دسته بندی بکنیم و میتونیم بعداً اسمبلی رو توی 46 تا مسئله خیلی کوچیک‌تر حل کنیم که هم از نظر هزینه و زمان محاسباتی به ما خیلی کمک میکنه و هم احتمالاً باعث میشه که کروموزوم ها اشتباه با هم اسمبل نشن و هم به موازی سازی خیلی کمک میکنه. این نتیجه یه که از الگوریتممون گرفتیم توی یک ژنوم یک خانومی که خیلی سیکونس شده تا الان و بیشتر تحقیقات از این ژنوم استفاده میشه و توی این کار اومدیم همه ریت های بلندمون رو که توی کروموزوم یک دسته بندی شده بودن رو استخراج کردیم و اون ریت ها رو سعی کردیم با یک الگوریتم اسمبلی با هم تا جایی که میتونیم اسمبل بکنیم و یه چیزهایی به اسم کانتیک به دست آوردیم. کانتیک ها در واقع بزرگترین قطعه هایی هستن که بدون ابهام از کنار هم قرار دادن ریت ها به وجود میان و اون کانتیک ها رو اومدیم به ژنوم رفرنس مپ کردیم. تو این حالت ما ژنوم رفرنس رو داریم چون میخواستیم به عنوان یه چیزی یه اطلاعات کامل و درست برای ارزیابی ازش استفاده کنیم و همونطور که میبینید همه این کانتیک ها
تقریبا همشون به کروموزوم اول مپ شدن واقعا، که نشون میده که دقت یا عملکرد الگوریتممون توی دستبندی ریدها توی کروموزوم اول خیلی بالا بوده. و رنگ سبز و زرد هم نشون دهنده اینه که در چه جهتی مپ شدن. ما انتظار داشتیم که چون جهت کانتیک ها رو همش رو درست کرده بودیم، چون این اطلاعات تو خروجی الگوریتم بود، انتظارمون این بود که توی حالت ایدئال همشون در یک جهت مپ بشن، در جهت رنگ سبز مثلا. الان که به این نمودار نگاه میکنید، بیشترشون در جهت درست مپ شدن، به جز یه تعداد خیلی کمیشون که باید بررسی کنیم ببینیم دلیلش چیه. ولی این جای خاص که با مثلث نشون داده شده، دلیل اینکه در جهت مخالف مپ شده اینه که رفرنس ژنوممون جهتش خودش با جهت ژنوم سیکونس شده متفاوت بوده، یعنی اونجا اینورژن اصطلاح هم وجود داشته و این جهت درست مپ شدن واقعا همین رنگ زرد بوده. خب کاربرد بعدی استرانسیک توی مسئله هپلوتایپ فیزینگ هستش. مسئله هپلوتایپ فیزینگ، فرض کنید تو حالت انسان که ما دو تا پرنت داریم، یک پدر و یک مادر، به این مسئله میگن که ژن ها یا ژنوم هر فرزندی رو که دو تا کپی داره مشخص کنیم، که هر کدوم از اون جاهایی که پدر و مادر با هم متفاوتن مشخص کنیم که کدوم علیل از پدر اومده و کدوم علیل از مادر اومده. علیل هم به حالتهای مختلف ژن میگن. پس این مسئله کاربردهای خیلی زیادی داره. مثلا یک کاربردش توی کامپاوند هتروزیگاسیتی هستش. کامپاوند هتروزیگاسیتی یعنی این که کلن بیماری های ژنتیکی میتونن دامیننت باشن یا ریسسیف. دامیننت یعنی این که اگه پدر و مادر حتی یکیشون حامل یک ژن باشن و اون ژن به فرزند منتقل بشه، اون فرزند حتما اون بیماری رو میگیره اگه یک بیماری وجود داشته باشه. تو حالت رسسیو یعنی اینکه هر دوتا ژنی که از پدر و مادر به فرزند میرسه، هر دوتاش باید معیوب باشه که فرزند یک بیماری رو بگیره. حالا یه سری مواقع هستش که ما هر دوتا ژن پدر و مادرمون معیوب هستن، ولی این معیوب بودنشون بر اساس جهش‌های ژنتیکیه که تو جاهای مختلفی از اون ژن اتفاق افتاده، و اگه اطلاعات هر دوتای پدر و مادر رو به صورت ترکیبی تو هر نقطه از ژنوم نگاه بکنین، این اطلاعات رو نمیتونین تشخیص بدید که هر دوتای پدر و مادر معیوب هستن. به خاطر همین هپلوتایپ فیزینگ مثلا توی این مورد کاربرد خیلی زیاد پیدا میکنه، یا کلن توی مطالعه ساختار جمعیت و ژن‌های انتقال داده شده در طول زمان خیلی تأثیر مهمی داره. خب استرند سیکوینسینگ همونطور که بهتون گفتم، کمکی که توی هپلوتایپ فیزینگ به ما میکنه اینه که توی سلول هایی که از نوع واتسون کریک یا کریک واتسون هستن، ما یک کلاسترینگ بدیهی داریم از رید هایی که در جهت کریک هستن و رید هایی که در جهت واتسون هستن. فقط یک توضیح بدم، از اینجا به بعد دیگه فرضمون بر اینه که رفرنس ژنوم رو داریم، یعنی مسئله قبلی تموم شد و الان فرض میکنیم که رفرنس ژنوم داریم، ریدها رو میتونیم مپ بکنیم به یک ژنوم رفرنس و میتونیم جهتشون رو تشخیص بدیم که توی چه جهتی مپ شدن. خب پس ما رفرنس ژنوم رو داریم، اگر ریدهای سینگل سل استرند سیکونسینگمون رو مپ کنیم به رفرنس ژنوم، توی جاهایی که پدر و مادر با هم متفاوت هستند، کلا مسئله هپلوتایپ فیزینگ اینه که ما بگیم که کدوم یکی از این علیل ها از پدره، کدوم یکی از مادر. و اگه استرانسیک رید ها این مکان ها رو پوشش بدن یا از اونجا ها نمونه گیری شده باشن، ما میتونیم تشخیص بدیم که همه اونایی که در یک جهت مپ شدن از یک هپلوتایپ پدر یا مادر اومدن و همه رید های دیگه از هپلوتایپ دیگه اومدن. پس میتونیم توی این جاها هپلوتایپ فیزینگ رو انجام بدیم.
حالا به صورت یکم نگاه بالاتری بخوایم نگاه کنیم، یکم پیچیدگی بیشتری مسئله داره. چرا؟ چون که ما توی تک تک سلول هایی که از نوع واتسون کریک یا کریک واتسون هستن میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم بگیم که یکی از رید هایی که از واتسون اومدن از پدر اومده و از پدر یا مادر اومده و اون یکی از اون یکی هپلوتایپ. ولی نمیتونیم تشخیص بدیم که رید های واتسون از مادر اومدن یا رید های کریک. و این اطلاعات بین سلول های از نوع واتسون کریک مختلف به طور بدیهی وجود نداره، یعنی باید یه جوری این اطلاعات رو به دست بیاریم. و این مقاله هستش که استادم به همراه همکاراش روش کار کردم و توی نیچر کامیونیکیشن چاپ شده و اونها اومدن ترکیبی از تکنولوژی‌های مختلف رو استفاده کردن که یکی از تکنولوژی‌ها همین استرنسیک بوده برای مسئله هپلوتایپ فیزینگ. و الگوریتمی که استفاده می‌کنن یه الگوریتم ساده هستش، میان اطلاعات یه بار دیگه بهتون بگم، این مکان‌هایی که مقدار پدر و مادر با هم متفاوت هستن اسمشون هتروزیگس SMV هستش. SMV جایی هستش که توی جمعیت تفاوت وجود داره بین آدم‌های مختلف و هتروزیگس هم یعنی متفاوت بودن پدر و مادر. این الگوریتم میاد چیکار می‌کنه؟ میاد لیست SMV ها رو می‌گیره و لیست سینگل سلا رو می‌گیره و هر سلولی هر جایی که یه SMV رو کاور می‌کنه اون علیل یا مقدار سیکونسی که اونجا رو کاور میکنه رو توی این ماتریس ها مینویسیم. اگه در جهت واتسون باشه توی ماتریس با رنگ نارنجی مینویسیم، اگه در جهت کریک باشه توی ماتریس عقبی که با رنگ آبیه. حالا ایده اصلی اینه که بتونیم تشخیص بدیم که این هپلوتایپ ها از پدر بودن یا مادر. و کاری که توی این الگوریتم انجام میشه یه الگوریتم ساده هریسانه هستش که میاد جاهایی که این سلول ها جاهای هتروزیگس SMV که با هم دیگه همزمان با هم کاور کردن، فرض کنید دو تا سلول همزمان با هم 10 تا مکان هتروزیگس SMV رو کاور کردن، خب از روی اون 10 تا مکان میتونیم تشخیص بدیم که واتسون سلول اولی هپلوتایپش با واتسون سلول دومی یکیه یا با کریک سلول دومی. و به همین صورت واتسون کریک رو در واقع سورت میکنه با همین الگوریتم هریسانه، یعنی میگه که چه سلول های واتسون کریک هستن چه سلول های کریک واتسون و بر اساس این میشه یک هپلوتایپ فیزینگ بر اساس همه سلول های از این تایپ به دست آورد. خب تکنولوژی های دیگه چه کمکی میکنن به هپلوتایپ فیزینگ؟ همونطور که گفتم معمولا تکنولوژی های غالب به این صورت هستن که یه سری رید داریم، میتونه حالا این رید ها رید های بلند باشه که این اطلاعاتی که توی استرنسیک وجود داره تو اونها وجود نداره، یعنی اطلاعات جهت رو نداریم. ولی چون رید ها بلند هستن، اولا رید ها بلند هستن، دوما کاورجشون خیلی بالا هستش. بلند بودن ریتاج کمک به ما میکنه. اگه دو تا نقطه SMV وجود داشته باشه که بتونه هر دوتاش با یه دونه رید بلند کاور بشه، اون ریده به ما میگه که رابطه بین دو تا علیل تو اون دو تا نقطه چی هستش، چون اون رید حتما میدونیم که از یه دونه هپلوتایپ اومده، به خاطر همین علیل هایی که اون رید نشون میده باید حتما از یک هپلوتایپ باشن. پس اطلاعاتی که توی تکنولوژی معمولی وجود داره اطلاعات فشرده تر هستش. فشرده به این معنی که کاورجمون بیشتر هستش، ولی اطلاعات لوکاله. اگه جایی وجود داشته باشه که دو تا نقطه SMV وجود داشته باشن که هیچ ریدی اون دوتا رو به هم وصل نکنه، ما اونجا نمیتونیم اطلاعات هپلوتایپ رو تو اون دوتا نقطه به هم دیگه ربط بدیم. بنابراین یه چیزهایی به وجود میاد به اسم هپلوتایپ بلاک که الان تو این دوتا بلاکی که مثلا اینجا هستش تو شکل پایینی هپلوتایپ بلاکه. ما تو هر کدوم از این قسمت‌های DNA میتونیم هپلوتایپ یک رو از دو تشخیص بدیم با ریدهای سیکونسینگ های معمولی،
ولی رابطه بین این دوتا بلاک رو نمیتونیم تشخیص بدیم. استرند سیک دقیقا اطلاعاتی که داره مکمل این هستش. اطلاعاتش بسیار بسیار اسپارس هستش، کاورج بسیار پایینه چون که سینگل سل هستش، یعنی این یک محدودیتشه، ولی اطلاعاتش گلوباله. همونطور که دیدید توی سراسر کروموزوم میتونیم تشخیص بدیم که چه علیل های با هم مرتبط هستن و از یک هپلوتایپ اومدن، و این اطلاعات میتونه مکمل اطلاعات تکنولوژی های دیگه باشه و به کمک هم میشه در حالت ایدئال یک هپلوتایپ بلاک کامل برای هر کروموزوم به دست بیاریم، که این چیزیه که توی این مقاله بهش رسیدن. و همونطور که میبینید مثلا این رنگ‌های مختلف هپلوتایپ بلاک‌های مختلف رو نشون میده. اگه تغییر رنگ وجود داشته باشه یعنی که هپلوتایپ بلاک‌هامون متفاوته، ولی توی این حالتی که رنگ کلن قرمزه یعنی که کل کروموزوم با یک هپلوتایپ بلاک فیز شده، یعنی تو کل کروموزوم تونستن تشخیص بدن که چه علیل های از پدر اومده چه علیل های از مادر. و این حالتیه که داده استرنسیک رو فقط 5 تا از سینگل سل های استرنسیک رو با داده های تن اکس جنومیکس ترکیب کردن و تونستن نتیجه به این خوبی به دست بیارن، که کلن اولین باری بوده که تونستن یک هپلوتایپ بلاک کامل به دست بیارن از کل کروموزوم. خب حالت بعدی، کاربرد بعدی استرند سیکونسینگ چی هستش؟ کاربرد بعدی راجع به مقاله هستش که مقاله خودمون هستش که جدیداً پذیرش گرفته توی نیچر بایوتکنولوژی و راجع به پیدا کردن استراکچورال وریشن ها یا تفاوت های ساختاری سوماتیک هستش که الان توضیح میدم چی هست. اولا سوماتیک وریشن کلن به تفاوت بین ژنوم ها میگن، یعنی اگه ژنومتون با ژنوم رفرنس تفاوت داشته باشه، حالا تفاوت از هر نوعی بهش میگن وریشن، ژنتیک وریشن. سوماتیک وریشن وریشنیه که در طول زمان، در طول عمر یک انسان به وجود میاد توی سلول‌های غیر جنسی، یعنی از پدر و مادر به ارث نرسیده، از اول وجود نداشته. و همونطور که گفتم توی حالت عادی اگه سلول‌ها سالم باشن همه‌شون محتوای DNAشون تا حد خیلی زیادی شبیه هم هستش، ولی اگه بیماری مثل سرطان به وجود بیاد سوماتیک میوتیشن ها تعدادشون خیلی زیاد میشه، جهش‌های سوماتیک. و این یک مدلی هستش از نوع نحوه تکامل سلول‌های سرطانی. این ستاره‌های قرمز رنگی که می‌بینید یه چیزایی هستن به اسم درایور میوتیشن ها، که یه سری جهش‌هایی هستن که در طول زمان به وجود میان در یه دونه سلول و ممکنه که به محیط زندگیشون خیلی فیت باشن، که در اون صورت بهشون میگن درایور میوتیشن، و توی محیط بمونن. پس اینا میوتیشن ها یا جهش هایی هستن که سروایو میکنن، باقی میمونن توی محیط و باعث ایجاد رشد میکنن وقتی که تقسیم سلولی میشه به سلول های بعدی انتقال داده میشه این جهش ها، و باعث ایجاد یه سری کلونی های یا زیر جمعیت های با اطلاعات ژنتیکی متفاوت توی جمعیت سلولیمون میشه. پس یه سلول اگه تعداد این درایور میوتیشن ها زیاد باشه یا سرعت به وجود اومدنشون زیاد باشه، یک جمعیت خیلی خیلی ناهمگن از دی ان ای های مختلف خواهیم داشت توی سلول های مختلف. و مطالعه اطلاعات ژنتیکی توی در لول تک سلول میتونه خیلی مفید باشه، برای اینکه به ما اجازه میده که بتونیم تشخیص بدیم این کلونی ها چی هستن و بتونیم تاریخچه تکامل سلول ها رو تشخیص بدیم. خب اون نکته رو تو ذهنتون نگه دارین. الان میخوام استراکچورال وریشن رو تعریف کنم. استراکچورال وریشن تفاوت های ساختاری بین ژنوم های مختلف هستش، و تفاوت ساختاری تفاوت هایی هستن که توی قسمت های بزرگی، تکه های بزرگی از دی ان ای به وجود میان، و معمولا دلیل به وجود اومدنشون به خاطر مکانیسم های همانندسازی دی ان ای یا مکانیسم های
ریکامبینیشن یا نوع ترکیبی هستش. و دلیل به وجود اومدن این مکانیزم ها بیشتر ساختار خود ژنوم هستش، مخصوصا وجود نواحی تکراری توی ژنوم، که مثلا توی هیومن ژنوم، ژنوم انسان، نواحی تکراری خیلی زیاده. 50% ژنوم نواحی تکراری هستن و این نواحی تکراری باعث میشه که استراکچورال وریشن به وجود بیان. تفاوت‌های ساختاری انواع متفاوتی میتونن داشته باشن. یه نوعش دیلشن یا پاک شدن هستش، که توی اون یه تیکه از DNA که الان با فلش قرمز نشون دادن پاک شده کلن. یعنی توی رفرنس ژنوم این فلش قرمز وجود داره، ولی توی ژنومی که ما داریم مطالعهش میکنیم این وجود نداره. یه حالتش حالت برعکسشه، اینه که یه قسمتی از مولکول DNA insert بشه یا اضافه بشه به DNA که بهش میگن insertion. یه حالت دیگهش inversion هستش یا وارونگی. اینطوریه که یه قسمتی از DNA سیکوینسش ریورس و کامپلیمنت میشه، یعنی هم برعکس میشه و هم کامپلیمنت. و یه نوع تفاوت ساختاری دیگه دوپلیکیشن هستش، یه قسمتی از DNA ممکنه تکرار بشه یه جای دیگه. و حالت پیچیده تر هم ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه یه قسمتی از DNA تکرار بشه ولی ریورس کامپلیمنتش تکرار بشه. تفاوت‌های ساختاری در سطح کروموزوم، یک تفاوت ساختاری که وجود داره اسمش ترانسلوکیشن هستش. اینطوریه که محتوای دو سر دو تا کروموزوم مختلف با همدیگه عوض میشه. مثلا اینجا کروموزوم یک یک قسمتی از سیکونس خودش رو که آبی بوده داده به کروموزوم دو و یک قسمتی از کروموزوم دو رو گرفته. تفاوت‌های ساختاری معمولاً خیلی تشخیصشون سخته از نظر مسئله محاسباتی با توجه به تکنیک‌های قبلی سیکونسینگ که وجود داشته. این مسئله کلاً مسئله سختی بوده. و مطالعه تفاوت‌های ساختاری خیلی مسئله مهمی هستش به طور کلی، هم به خاطر اینکه با یه سری بیماری‌های خیلی مهم مثل اوتیسم در ارتباط هستن و هم اینکه به تکامل خیلی ربط دارن، یعنی تکامل ژن‌ها به تفاوت‌های ساختاری خیلی وابسته هستش. و تفاوت‌های ساختاری سوماتیک، حالا چی هستن؟ تفاوت‌های ساختاری هستن که در طول عمر یک موجود به وجود میان، یعنی از پدر و مادر به ارث نمیرسن، در طول زمان زندگی به وجود میان که باعث میشه دوباره اگه درایور میوتیشن باشن باعث میشه که ناهمگنی توی سلول ها به وجود بیاد، که یکی از دلایل اصلی به وجود اومدن سرطان هستش. بخاطر همین بررسی یا پیدا کردن این تفاوت های ساختاری توی سینگل سل ها خیلی مسئله مهمیه. خب ما کاری که توی مقاله انجام دادیم این بود که با استفاده از داده‌های استرنسیک اومدیم تفاوت‌های ساختاری رو، به خصوص تفاوت‌های ساختاری سوماتیک رو به دست آوردیم در لول سینگل سل. کلاً دیتای استرنسیک توی پیدا کردن استراکچورال وریشن چه اطلاعاتی داره؟ 3 لول اطلاعات مختلف داره. اول دپس کاورج هستش، یعنی تعداد رید هایی که توی یک بازه ژنومی مشخص به ژنوم مپ شدن که با یه چنین چیز با این بارها نشون داده میشه. اینی که الان میبینید الان ژنوم رو به پنجره های با سایز مشخص تقسیم کردیم، مثلا 100,000 بیس پیر، و تعداد رید هایی که به هر پنجره مپ شده رو شمردیم و یه چنین نموداری به دست آوردیم. یه اطلاعات دیگه اطلاعات جهت ریدهای مپ شده هستش، یعنی چند درصد از ریدها در جهت واتسون مپ شدن، چند درصدشون در جهت کریک مپ شدن. و یه سری اطلاعات دیگه که وجود داره اطلاعات هپلوتایپ فیزینگ هستش. همونطور که بهتون گفتم تو قسمت قبل، این استرنسیک هایی که از نوع واتسون کریک یا کریک واتسون هستن اطلاعات هپلوتایپ ها توشون وجود داره و میتونیم توی یک سری جاهای خاص که اون استرنسیک ها
SMV هامون رو کاور میکنن و جای هتروزیگس رو کاور میکنن، میتونیم هپلوتایپ فیزینگ رو انجام بدیم. این سه تا اطلاعات مختلف روی هم رفته به ما کمک میکنه که نه تنها استراکچر و وریشن رو بتونیم پیدا بکنیم، بلکه بتونیم بر اساس هپلوتایپ پیداشون بکنیم در لول سینگل سل. و این حالتی که میبینید حالت نرمالش هستش، حالتیه که توی یک قسمت خاص از دی ان ای، مثلا این قسمت، هیچ تفاوتی با ژنوم رفرنس وجود نداره، هیچ تفاوت ساختاری اگه وجود نداشته باشه، اولا این کاورج یونیفرم نسبتا، دوما حالا این حالتی رو نشون میده که سینگل سلمون از تایپ واتسون کری که توی سراسر کروموزوم اگه نگاه بکنید تقریبا نصف ریدا واتسون هم نصف ریدا کریک، و هپلوتایپ هامون هم، یعنی رید هایی که هپلوتایپ هایی که به هپلوتایپ مادر و پدر نسبت داده شدن و سیکونس شدن با استفاده از رید ها تقریبا به یک اندازه هستش بین هپلوتایپ یک و دو. این حالت نرمالش. خب الان دو تا حالت استراکچر وریشن رو نشون دادم اینجا. فرض کنید یکی از هپلوتایپ ها توی یه قسمتی از دی ان ای دیلیت شده، مثلا هپلوتایپ پدر، توی اون قسمت دی ان ای چه اتفاقی میفته؟ اولا کاورجمون تو اون قسمت نصف میشه، یعنی تو لول اول اینفورمیشن اینو میتونیم ببینیم. دوما سلولمون از نوع واتسون کریک بوده فرض کنید، ولی توی یه قسمتی از دی ان ای کریکش حذف شده، این تیکه پاک شده از ژنوم پدر. به خاطر همین ریت هایی که تو این قسمت به دی ان ای مپ میکنیم فقط ریت هایی هستن که در جهت واتسون مپ میشن. و سومن هپلوتایپ هایی که تو این قسمت فیس شدن هپلوتایپ هایی هستن که فقط هپلوتایپ های مادر رو نشون میدن، یعنی این قسمت هپلوتایپ پدر وجود نداره. یعنی تو این حالت خاص سه تا اطلاعات مختلف، سه تا لایه مختلف اطلاعاتمون قابل تشخیصه. یه حالت بالانسد اینورژنه که یه قسمتی از دی ان ایمون وارونه شده و دوباره فرض کنین تایپ سلولمون واتسون کریکه، اگه یه قسمتی از این سلول از این هپلوتایپ کریک وارونه بشه، ریت ها به جای اینکه در جهت معمول کریک مپ بشن به رفرنس جینوم، در جهت عکسش به رفرنس جینوم مپ میشن، چون که تو اون قسمت جهت رفرنس و تارگت جینوم با هم متفاوته. تو این حالت هیچ اینفورمیشن یا هیچ سیگنالی توی لایه اول اینفورمیشن که همون کاورج هست نمیبینیم، ولی توی واتسون کریک تو جهت ریتایی که مپ شدن یه اطلاعاتی میبینیم. میبینیم که اینجا همه ریتایی که به ژنوم مپ شدن در جهت واتسون هستن، و یه اطلاعاتی هم توی هپلوتایپ های فیس شده میبینیم. اون اس‌ام‌وی هایی که فیس شدن همشون اولاً همشون در جهت واتسون هستن و نصفشون به پدر مپ شدن، نصفشون به مادر. اونایی که رنگشون قرمزه فرض کنید مادرن، اونایی که رنگشون آبیه پدرن، که نتیجه میده تو این قسمت خاص هر دو تا هپلوتایپمون توی جهت هستن، که این در واقع یه سیگنال واضحی هستش که تو حالت اینورژن توی دیتای استرنسیک وجود داره، ولی توی تکنولوژی های دیگه این سیگنال به این وضوح اصلا وجود نداره. این یه ویو کلی از پایپلاینی هستش که ما طراحی کردیم، در واقع یه پایپلاین با زبان اسنک میک بود که طراحی کردیم که قسمت های مختلف کار رو انجام دادیم و از ریدهای خام استرنسیک تونستیم به یه سری تفاوت‌های ساختاری توی ژنوم برسیم، یعنی داده اولیه‌مون ریدهای استرنسیکه و آخر سر خروجی پایپلاینمون تفاوت‌های ساختاری کال کردیم. خب یه مرور خیلی کلی و سریع می‌کنم. اول اینکه ما سینگل سل‌های مختلف داریم دیگه، مثلا فرض کنید سه تا سینگل سل داریم که اینجا رنگ‌های مختلف نشون دهنده محتواهای ژنتیکی مختلف هستش. الان مثلا این دو تا سلول با رنگ سبز توی یه دونه کلونی در واقع قرار گرفتن تو جمعیت سلول‌ها، این سلول رنگ بنفش توی کلونی متفاوت هستش. ما میایم سینگل سل‌ها رو مپ می‌کنیم به رفرنس ژنوممون،
رفرنس جنوم رو به پنجره‌های به سایز فیکس تقسیم می‌کنیم و تعداد ریدهای واتسون و کریک مپ شده رو توی هر سینگل سل توی هر پنجره می‌شماریم و یه چنین سیگنالی به ما به دست میاریم. این چیه؟ این بارهای نارنجی تعداد ریدهای واتسون مپ شده تو پنجره‌ها رو نشون میدن، این سبزها کریک‌ها رو نشون میدن. و مرحله بعدی اینه که میایم سگمنتیشن انجام میدیم. سگمنتیشن یعنی که ژنوم رو به ناحیه‌هایی تقسیم میکنیم که توش تغییر سیگنال میبینیم. سیگنال از حالت معمولی خارج میشه، مثلا یه دفعه یک افزایش کاورج اینجا به وجود اومده و این به دست آوردن این سگمنت ها به یک الگوریتم داینامیک پروگرامینگ که بر اساس یک الگوریتمی به اسم تالینگ اری هست انجام میشه که حالا جزئیاتش رو توضیح نمیدم، ولی در واقع میاد این بریک پوینت ها رو مشخص میکنه که جایی هستش که ما مشکوکیم که ممکنه تفاوت ساختاری وجود داشته باشه به خاطر تغییر سیگنال. از طرفی اطلاعات هپلوتایپ ها رو هم توی هتروزیگس اس ام وی ها به دست میاریم بر اساس نرم افزاری که توضیح دادم تو مقاله قبلی بود. پس یه قسمت های از دی ان ای ما فیز شده هستن و ما این اطلاعات فیزینگ رو داریم و این اطلاعات کلا این دوتا اطلاعات با هم دیگه توی این تصویر وسطی دیده میشه. ما دوتا هپلوتایپ داریم، هپلوتایپ 1 و 2 تو بعضی از جاها با هم متفاوت هستن و اون جاهایی که رید هامون از نوع واتسون کریک هم و این جاهای هتروزیگس رو کاور کردن، اونها رو به اصطلاح رید ها رو تگ میکنیم با هپلوتایپشون، یعنی تشخیص میدیم که اون رو رید از چه هپلوتایپی اومده و کل این اطلاعات با هم رو میدیم به یه مدل آماری که میاد میگه که هر تفاوت ساختاری که داشته باشیم چه احتمالی داره که ما این دیتای خاص رو توی مجموعه سینگل سل هامون ببینیم. حالا مدل آماریمون چی هستش؟ دو تا مدل مختلف هستش. یه مدل داریم برای ریدهایی که بر اساس هپلوتایپمون تگ شدن که یه درصد کمی از ریدها رو تشکیل میده و اون یه توضیح مولتینومیاله. توضیح مولتینومیال یه توضیحیه که چند تا دسته توش داریم، چند تا دسته مختلف و اینطوریه که هر ابزرویشن یا هر داده‌ای که می‌بینیم یه احتمالی داره که از یکی از اون دسته‌ها بیاد، یعنی احتمالات مشخصی داریم که میگیم اون داده از مثلا با چه احتمالی از دسته 1 اومده، با چه احتمالی از دسته 2 الی آخر. حالا دسته‌بندی‌هامون اینجا چیا هستن؟ ما هم اطلاعات هپلوتایپ رو داریم و هم اطلاعات جهت‌ها رو داریم. پس میایم ریتامون رو تو دسته‌های قرار میدیم که هم هپلوتایپ رو نشون میده هم جهت. یه دسته ریتای هستن که به هپلوتایپ 1 با هپلوتایپ 1 تگ شدن، در جهت کریک مپ شدن. یه دسته دیگه با هپلوتایپ 1 تگ شدن و در جهت واتسون مپ شدن و همین دو تا دسته برای هپلوتایپ 2. پس 4 تا دسته مختلف داریم و ریدهایی که با هپلوتایپ تگ شدن رو میتونیم تو این 4 تا دسته قرار بدیم و هر تفاوت ساختاری یه احتمال خیلی مشخصی رو به ما میده که این دسته ها باید چه نسبت هایی داشته باشن، یعنی هر ریدها با چه نسبتی تو این دسته ها قرار میگیرن. به خاطر همین میشه احتمال این رو حساب کرد که اگه یه تفاوت ساختاری مشخص رو در نظر بگیرید، احتمال این که این تعداد رید مشخص تو این 4 تا دسته مختلف قرار بگیرن چی هستش. پس این توضیح مولتینومیالمون هستش و یه توضیح کلی دیگه هستش برای کل ریدهای استرنسیکی که توی هر سگمنت یا توی هر ناحیه از ژنوم که ما بریک پوینت به دست آوردیم تعداد رید ها رو میگه بر اساس چه توضیح اومدن. و اون توضیح نگتیو باینومیال هستش، توضیح دو جمله منفی. و یه توضیح کلی بدم که چرا از این توضیح استفاده میکنیم. تو حالت معمول اگه رید ها واقعا یونیفرم از ژنوم گرفته بشن، توضیح تعداد رید ها توی نواحی مختلف ژنوم باید توضیح باینومیال باشه یا توضیح پواسون
با تقریب خوبی. ولی نوای مختلف ژنوم خیلی تفاوت‌های زیادی دارن توی پوشش ریتایی که ازشون میاد. و یه توضیحی که میتونه این وریشن بالا رو بین نواحی مختلف میتونه خوب دیتا رو بهش فیت کنه، توضیح دو جمله منفی هستش که توی شمردن ریتای دی ان ای یا آر ان ای توی نواحی مختلف ژنوم از این توضیح زیاد استفاده میکنن. و اینم چیزیه که در واقع ما استفاده کردیم و دوباره این توضیح رو دیگه میتونیم برای همه ریت ها، هم ریت هایی که تگ شدن با هپلوتایپ و هم ریت هایی که تگ نشدن استفاده بکنیم. و برای هر تفاوت ساختاری بر اساس داده استرنسیک میتونیم تشخیص بدیم که اون تفاوت ساختاری چه کپی نامبری از جهت کریک داره و چه کپی نامبری از جهت واتسون داره. حالا باز جزئیاتش رو نمیگم، ولی فرض کنید که میدونیم تعداد کپی های دی ان ای که در جهت کریک باید مپ بشن رو میدونیم، تعداد کپی هایی که در جهت واتسون باید مپ بشن رو میدونیم، و در اون حالت میتونیم احتمال این که این تعداد مشخص رید واتسون و کریک رو توی سلول‌های مختلف ببینیم رو میتونیم حساب بکنیم. و این احتمال رو به صورت جداگانه میتونیم برای سینگل سلول‌های مختلف استفاده بکنیم و در نهایت ما یه سری لایکلیهود یا احتمالاتی به دست میاریم، احتمال دیدن داده ها رو به دست میاریم که بر اساس اون میتونیم تفاوت های ساختاریمون رو کال کنیم یا پیدا بکنیم. و این حالا یه حالتی هستش که نشون میده که سلول اول و سوم دوپلیکیشن درشون اتفاق افتاده و دوپلیکیشنشون هم تو هپلوتایپ اول اتفاق افتاده ولی تو سلول دوم هیچ اتفاق نیفتاده. کلن اون یه توضیح کلی از پایپلاینمون بود و روی دیتاهای واقعی زیادی پایپلاینمون رو ران کردیم. این یک نمونه از پیدا کردن تفاوت‌های ساختاری توی داده‌های لوکمیا هستش، توی سمپل واقعی لوکمیا هستش که تونستیم تفاوت‌های ساختاری سابکلونال یا تفاوت‌های ساختاری که توی سلول‌های مختلف با هم متفاوت هستن رو تونستیم کشف بکنیم برای اولین بار. و تفاوت‌هایی که واقعا انواع اقسام تفاوت‌ها هستن و پیچیدگی بالایی دارن بعضی‌هاشون، مثلا یک اینورت دوپلیکیشن یا کپی برعکس پیدا کردیم توی دو تا سلول دوم، اینجا اینورژن پیدا کردیم، دیلیشن پیدا کردیم، دوپلیکیشن و دوباره دیلیشن و این طرف هم دیلیشن و اینورژن پیدا کردیم. کلن این یک ویو کلی از کارمون بود که توی این مجله جدیداً پذیرش گرفته و این قسمت اصلی کار بود. حالا شاخ و برگ‌های زیادی داره ولی قسمت اصلیشو توضیح دادم. خب یه توضیح کلی، یه خلاصه از چیزایی که گفتم رو بگم. اولا استرنسیک یه دونه تکنولوژی سینگل سل سیکونسینگ هستش که جهت ریتایی که گرفته شدن توش مشخصه و به ما اطلاعات هپلوتایپ رو میده و باعث میشه که بتونیم ریتای بلند دی ان ای رو، ریتای معمولی دی ان ای رو بر اساس کروموزوم واقعیشون کلاستر کنیم که میتونه توی دی ان ای اسمبلی خیلی به ما کمک کنه. و پروژه آخری که توضیح دادم پروژه ابزاری بود که اسمش رو گذاشتیم سیتری، برای پیدا کردن تفاوت‌های ساختاری سوماتیک توی سینگل سل ها که اولین باری بود که تونستیم توی سینگل سل ها تفاوت‌های ساختاری رو پیدا بکنیم. اینا همکارای اصلی من هستن. عکس اول استادم توبیاس مارشال هستش که استاد من تو ماکس پلانک، که دومی دیوید پروفسکی هستش که یه زمانی پستاک بود توی گروه ما و الان توی آمریکا پستاکه، یعنی پستاک مشترک بود در واقع. و این سه نفر پایین از گروه آقای یان کوربل هستن. یان یک گروپ لیدر توی مؤسسه امبل هستش، هم مؤسسه که بهتون نشون دادم، که دستاوردهای خیلی بزرگی داره، تو خیلی از پروژه های بزرگ ژنومیک شرکت داشته. و اشلی
پستاک گروه یان هستش، از دیولوپرهای اصلی تکنولوژی استرنسیک هستش، در واقع تز دکتراش بوده و همونطور که احتمالاً تشخیص دادین زیست شناس هستش. و زاشا دانشجو دکترای قبلی یان بوده که الان فارغ التحصیل شده و اونم با بک‌گراندش مثل من کامپیوتر ساینس بوده بک‌گراندش و توی دیولپ کردن نرم افزار کمک بزرگی کرده. مرسی.